این صدای ما از رادیوی جهانی پارس است. برادران و خواهران گرامی، دوستان عزیز ما در کل دنیا، خوشحال هستیم که با شما در یک برنامه دیگه از بعد سری برنامه‌های پرسش هفته در منازلتون هستیم و خوشحال هستیم که میتونیم در خدمت شما باشیم با یک سوال دیگه. دوستان عزیز، چندین هفته است که برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنیم با سوالات مختلف و دفعه پیش در مورد اطمینان نجات صحبت کردیم و چقدر مهم بود و امروز یک سوال دیگر رو مطرح خواهیم کرد. ولی قبل از اون میخوام تشویقتون کنم که وبسایت پرپاسخ رو حتما مراجعه کنید و سوالاتتون رو برای ما بفرستید و در ضمن اگر سوالاتی دارید که در خود وبسایت هست لطفا برای ما نفرستید و خودتون مطالعه کنید، ولی اگر سوالی دارید که در وبسایت نیست حتما برای ما بفرستید و خوشحال خواهیم شد که جوابگوی اونها باشیم. و وبسایت ما پرپاسخ.com هست، همونطور که در اینترو این برنامه مشاهده کردید. اما خوشحال هستم که برادرم جوزف با من همراه هست در این برنامه. کشیش جوزف از آمریکا بین ما هستن و خوشحال هستیم که ما رو خدمت میکنن. افتخاری برای من برادر برش، خیلی ممنون برای دعوت شما. خیلی ممنون، خیلی ممنون. برادر جوزف، سوالی که مطرح هست و خیلی ها میکنن و من توجه کردم که خیلی از دوستان ایرانی ما این سوال رو دارن، چون مخصوصا این که از مذهبی میان که خیلی آیین و مراسم داره. آیا مسیحیت واقعا مراسم خیلی مهمه براش، یا مراسم جنبه سمبولیک داره، یا چطوره؟ منظور مراسم چطور هست؟ در مسیحیت مراسم زیادی نیست که یک مسیح باید اجرا کنه. دلیلش اینه که خداوند با حالت قلبی ما بیشتر کار داره. بله. نه بله. با اعمال و چیزایی که ما انجام میدیم یا انجام نمیدیم. بله. پس حالت قلبی ما بیشتر برای خداوند اهمیت داره. بله. تا اینکه مراسمی که انجام بدیم. بله. ولی با این حال چند تا مراسمی هست که عیسی مسیح برای ما به جا گذاشت. بله. بله. یکی از اونا شام خداوند هست که بله. ما باید اجرا کنیم. البته مراسم، این مراسمی که ما اجرا میکنیم مراسم مهمی هم هست، یعنی البته اینطور نیست که ما اهمیت نمیدیم به این مراسم. نه، البته که اهمیت میدیم، چون عیسی مسیح فرمود که بعد از من این شامو به جا بیارید. بله. تا زمانی که برگردم. زمانی که برگردم. بله. پس یک فرمانیه که به ما داده شده، توصیه نیست. بله. فرمانیه که به ما داده شده که ما اطاعت کنیم. بله. و به خاطر و دلیلش اینه که ما مرگ عیسی مسیح رو به یاد بیاریم. بله. مصیبت‌ها، رنج‌های عیسی مسیح رو و قربانی مسیح. و قربانی عیسی مسیح. بله. رو به یاد بیاریم. بله. البته این مراسم ما رو نجات نمیده، فقط اعتراف ما به خداوندی عیسی مسیح و صلیب عیسی مسیح و خون عیسی مسیح که ما رو نجات میده. این مراسم سمبولیک هست. یاد به یاد مرگ و مصیبت های عیسی مسیح هستیم و به خاطر همون ما اونو اجرا میکنیم. و چه زمان خوبی هم هست، که موقعیت خوبی هم هست، فرصت خوبی هم هست که در موقعی که شام خدایی را، خداوند را صرف میکنیم، در واقع یاد بدن عیسی مسیح و خون عیسی مسیح هستیم و خودمون رو پژوهش میکنیم. بله. و پولس رسول میگه من خودم رو قضاوت میکنم. بله. تا خدا منو قضاوت نکنه. بله. پس این یه فرصتیه. بله. البته این فرصت فقط در موقع
شام خداوند نیست. این یه چیزیه که ما هر روزه باید این کار رو تفتیش کنیم و ببینیم که آیا چیزی هست که در زندگیمون قابل پسند خداوند نیست. ولی در جمعی که هستیم، بعضی کلیساها روزای اولین یک شنبه ما فرقی نمی کنه، بعضی ها هر هفته، بعضی ها هر هفته، بعضی ها هیچ فرقی نمی کنه. مسیح دستور نداده که چه موقعی و چند دفعه یک بار باید بکنه. پس اهمیتی نداره. اونی که ماهی دو بار انجام میده مقدس‌تر نیست که از اونی که ماهی یک بار انجام میده. ولی وقتی که با هم جمع میشیم، عضو اعضای کلیسا، خوبه که جمعاً قلبمونو قلبمونو فروتن کنیم، تفتیش کنیم و بگیم خداوند اگه چیزی هست در زندگی ما پاک کن. بله. و خداوند امین و کلامش راسته و بلافاصله ما رو از هر گناهی پاک میکنه. آمین. و آمین. طاهر. بله. به خداوند تقدیم میکنه. بله. و به خاطر اینه که ما شام خداوند رو صرف میکنیم. سه تا مراسم هست تا اونجایی که من میدونم ما مسیحیان داریم، مراسم رسمی که همه کلیساها با هم مشترکاً دارن. یکی مراسم شام خداونده. بله. یکی تعمید آب و یکم ازدواج. بله. درسته؟ آیین ازدواج و مراسم ازدواج که خیلی مقدسه در کلیسا. بله. و اینها به صورت سمبولیک انجام میشه، چیزهایی مثل حلقه رد کردن و اینطور چیزا در ازدواج یا مراسم تعمید که تو آب میریم و به حالت یک نماد فیزیکی داره هر کدومش. بله. که ما در این نماد فیزیکی یک چیز، یک حقیقت که پشت سر اون هست اعلام میکنیم. اینطور نیست؟ درسته. بله. و البته بازم باید بگم که تعمید آب نیست که ما رو نجات میده. بله. عیسی مسیح ما رو که ما رو نجات میده، ولی این یک سمبولیه که بله. مثل این که مثل خداوند ما عیسی مسیح ما زیر آب میریم. بله. و بیرون میاییم. بله. و مرگ خدا مرگمونو روی صلیب اعلام میکنیم و با اومدن از بالا از آب رستاخیز خداوند رو در زندگی ما اعلام میکنیم. آمین. و البته با اینکه نجات نمیاره این برای ما، البته یک مراسم خیلی مهمیه در مسیحیت. بله. چون عیسی مسیح خودش فرمود که توبه کنید و تعمید بگیرید. بله، دقیقا. یک چیز که من توجه کردم در کلیسای اولیه در قرن اول میلادی، مسیحیان یعنی هر کس که ایمان میورد به عیسی مسیح همون لحظه تعمید آب میگرفت. بله. و در حقیقت ایمان آوردن با تعمید آب یکی بود. درست. ولی ما الان جدا کردیم. چرا اینطور شده؟ خوبه که ما یک تعلیمی داشته باشیم که تعمید آب چه معنایی داره. و کتاب مقدس نمیگه اول باید تعلیم بگیری بعد تعمید بگیری. بله. ولی سوالی از شما میکنم، اگه شما ایماندار نوایمانی هستین و هیچ تعلیمی ندارین که تعمید آب چیه، آیا این تعمید آب همون اهمیت رو برای شما، مفهومی برای شما خواهد داشت تا اینکه شما واقعا بدونین که معنیش چیه؟ بله. بله. مسلماً که اگه بدونیم بهتره. واقعا بهتره. بله. برای همین هم کلیساها، اغلب کلیساها صلاح میبینن که اول تعلیم بدند. اگه سوء تفاهمی هست بین یک نوع ایمان، این سوء تفاهم رفع بشه، شاید کسی فکر کنه که بله به عیسی مسیح ایمان آورده و شاید صمیمانه فکر کنه که ایمان آورده، ولی با تعلیمات بفهمه که نه، هنوز ایمان نیاورده و این فرصتیه که یه تجدید نظری بکنه. بله. کلیسا میتونه به
این شخص بده. بله. پس قانونی نیست و ولی به نظر من چیز خوبیه که ما انجام ببینم. بدیم. بله. بله. دقیقاً. من فکر میکنم در کلیسای اولیه علت این که مردم تعمید میگرفتن ولی تعلیم نمیگرفتن قبل از تعمید این بود که اونها زمینه یهودی داشتن. بله. و عهد عتیق رو خونده بودن. بله. و به این خاطر به تعمید میگرفتن، سریع تعمید میگرفتن چون زمینه داشتن. بله. و در خود دین یهود هم تعمید بود. و درسته. اینه که زمینه ای داشتن و میدونستن. زمینه ای داشتن. و یحیی آمده بود و یحیی تا تعلیم تعمید رو داده بود و بله. تقریبا یه جلوه ای از تعمید رو داشتن و میدونستن چیه منظور. بله. ولی ما الان مثلا یه قوم هایی که هنوز یهودی نیستن یا زمینه ای ندارن از کتاب مقدس، مسلما باید تعلیم ببینن. درسته، چون کتاب مقدس اهمیت خیلی زیادی برای تعلیم میده. پس گفته شما، باید بگم من موافقم با گفته شما، به خاطر اینکه خداوند مخالف تعلیم نیست. بله. و به احتمال خیلی خیلی قوی این اشخاص تعلیمی داشتن و همینطور که گفتین بله. زمینه ای داشتن. بله. که میدونستن تعمید بله. یعنی چی. بله. برای همین همون روز همون جا اگه آب بود تعمید میگرفتن. تعمید میگرفتن. بله. دقیقاً. دقیقاً. یک سوال دیگه در مورد ازدواج هست. آیا ازدواج مراسمی است که فقط مراسم یا واقعا اهمیت زیادی داره؟ چون که بعضیا میگن که چه احتیاجی است ازدواج بکنیم، چرا باید بیایم کلیسا ازدواج کنیم، چرا باید حتما عقد ازدواج خوانده بشه برای ما، ما میتونیم با هم زندگی کنیم و احتیاجی به ازدواج هم نیست. بدون ازدواج. بدون ازدواج. من در اروپا و آمریکا مخصوصا خیلی مود الان و من شنیدم که در ایران هم حتی الان خیلی ها هستن، بعضی هستن که با هم زندگی میکنن بدون اینکه ازدواج کرده باشن. خب خدا رو شکر ما مدرن نیستیم و ترجیح میدیم که ازدواج کنیم. بله. و ازدواج چه اهمیتی داره؟ و کلام خدا صریحا نوشته که روابط بین دو نفر محدود به ازدواج باید باشه. بله. بین یک مرد بله. و یک زن. بله. در رساله عبرانیان میگه ازدواج یا نکاح به هر وجه محترم باشه. بله. و بله. میگه بستر شما غیر نجس باشه. ازدواج رو بله. مقدس نگه دارید. بله. بله. پس بستر ازدواج مقدس هست. بله. به چشم خدا. بله. پس وظیفه ما اینه که بله. ادامه بدیم بله. در این قدوسیت. آمین. و مقدس هم بذاریم بمونه. بله. جای بله. خودش. دقیقه. و کتاب مقدس همینطور که گفتم صریحاً علیه روابط بین زن و مرد خارج از ازدواج. خارج از ازدواج و مخالف اونه. بله. پس علت چیه؟ چرا باید مخالف باشه؟ چرا باید ازدواج بکنن؟ اولا که خداوند اینو صلاح دیده برای سالم بودن ما، چون ازدواج یک فقط برای رابطه نیست بلکه برای دوستیه. و در مسیحیت و در کلام خدا اومده که این یک چیز الهیه که دو نفر دو شخص متفاوت وقتی ازدواج میکنند در چشم خدا یک نفر میشن. بله. و به خاطر همین ازدواج مهمه. بله. امر مقدس. چون در چشم خدا خدا میخواد این دو نفر رو یک ببینه، یکسان ببینه. و یک چیزم که خیلی مهمه اینجا اشاره کنیم اینه که ازدواج یک تعهدی میاره. بله. یک پیمانیه، یک تعهدی یک بین دو نفر. و خود خدا با قوم اسرائیل خدا نمونه میاره و میگه که همونطور که من با اسرائیل مثل زن و شوهر بودیم و مثال میاره که من شوهر اسرائیلم و باهاش پیمان بسته. بله. با اسرائیل و پیمانش رو هیچ وقت نمیشکنه. بله. همینطور این پیمان ما رو در امنیت نگه میداره، این تعهد، این پیمان ما رو در امنیت نگه میداره. اینطور نیست؟ بله حتما. بله. و پیمان های خیلی زیادی در
کلام خدا وجود داره، بین ابراهیم و خداوند و بله. نوح. نوح و بله. خداوند، موسی بله. و عیسی مسیح بله. با کلیساش بله. یعنی بله. ما بله. و سرمشقه برای ما بله. که خداوند یک خدایی که خدای پیمان دوست داره، خدای پیمان و پیمان شکست نیست بله. کسی نیست که پیمانشو بشکنه بله. به خاطر موضوعهای مختلف و بله. انتظار داره که ما هم همین کار رو انجام بدیم. پس برای همین خداوند میخواد که رابطه دوستی بین دو نفر محدود به ازدواج باشه. بله. که مقدس باشه و در تعهد و بله و بله. البته وقتی که این اطاعت نمیشه نتیجهش بچه هایی هستن که بله. بدون خانواده بله. بدون پدر، بردباری های ناخواسته بله. بارداری های ناخواسته بله. یا سخت جنین بله. چیزایی که ضد کلام خداست بله. بله. انجام میشه بله. و این خدا رو خوشنود نمی کنه بله. دقیقا دوستان عزیز، اگر در میان بینندگان ما افرادی هستن که واقعا روابطی داشتن و ازدواج نکردن و روابط داشتن و بچه دار شدن و اون موقع شوهر گذاشت، اون مردی که باهاش زندگی کرده گذاشته رفته، واقعا دردناکه، واقعا این رابطه ها واقعا دردناکه. و رابطه ازدواج و رابطه زناشویی رابطه مقدسیه و خدا خودش اولین ازدواج رو پایه‌گذاری کرد، همونطور که میدونید در کتاب مقدس، و خودش عقد اول رو انجام داد بله. آدم و حوا رو خدا عقد کرد و درسته و بهشون گفت از این جهت مرد پدر و مادرش رو ترک میکنه و به زن خودش میپیوند. درسته. پس ازدواج چیز مقدسی که خدا پایه‌گذاری کرده. آمین. و خداوند هم در توسط پولس رسول در کتاب افسوسیان اینطور بیان کرده که همونطوری که عیسی مسیح برای کلیسا رو دوست داشت و جانش رو فدا کرد، شوهرها هم برای زناشون رو اینطور دوست داشته باشن، محبت کنن بله. که حتی حاضر باشن که جانشون رو برای بله. همسرشون بدن بله. این واقعا چیزیه که خدا رو خوشنود میکنه. آمین. چون این خود قلب خداست بله. این یه چیزیه که خدا دقیقاً. واقعا دوست دقیقاً. داره و اهمیت میده بله. و انتظار بله. داره که بله. ما هم این کار رو بله. انجام بدیم. ای کاش اینجا یه فرصتی بود که میتونستیم یک نمایشی از مراسم ازدواج یا مراسم تعمید یا شام خداوند میذاشتیم و مردم میدیدن که چطور انجام میشه، ولی شاید در برنامه‌های دیگه‌ای بتونیم مراسم رو در کلیساها نشون بدیم و ببینن و خیلی جالبه برای مردم ملت کشور ما، براشون جالبه که ببینن که شام خداوند رو چطور اجرا میکنیم، تعمید آبمون چطوره و مراسم ازدواجمون چطوره. واقعا خیلی قشنگه و سمبول زیباییه و شام خداوند نه فقط در مورد رابطه ما با خداست که گناهی بین ما و خدا نباشه، بلکه در مورد رابطه ما با همدیگه هم هست. نه درسته. یکم میتونید در مورد این توضیح بدید؟ بله. وقتی که رابطه ما با خداوند درسته، رابطه ما با همدیگران هم درست میشه بله. و خداوند یکی از طبیعت خداوند محبته و یوحنا در رساله یوحنا میگه که از اونجا میدونیم که ما فرزندان خدا هستیم به خاطر اینکه همدیگر رو دوست داریم بله. همدیگر رو محبت میکنیم بله. پس این محبت کردن به خاطر اینکه از طرف خداست نشون میده که ما هم بله تولد تازه داریم بله. و ایمان داره بله. در حقیقت محبت ماست که نشون میده تولد تازه داره بله محبت بله. آن که از خدا مولود شده محبت میکنه بله. یوحنا میگه درسته بله. و به خاطر همین خدا میخواد که ما محبت خودشو به دیگران نشون بدیم دقیقا و ما نمیتونیم جلوی خدا با قلب پاک و شاد بایستیم اگه با برادرمون
اختلافی داریم. بله بله دقیقا. و عیسی مسیح در انجیل فرموده که قبل از اینکه قربانی بیاری بله برو اول با برادرت صلح کن. بله. بعد برگرد. بله. پس وقتی که شام خداوند رو ما صرف میکنیم قربانی نمیاریم. نه. قربانی خداوند رو به یاد میاریم. بله. ولی لازمه که اول ببینیم با برادرمون. بله. با خواهرمون چه رابطه‌ای داریم. چه رابطه چه بله. اگه اشکالی داریم اگه کسی رو ناراحت کردیم. بله. بله. اشکال نداره بریم بگیم بله. برادر منو ببخش. بله. خواهر منو دقیقا. ببخش. ما ایرانی ها یه رسمی داریم که در عید نوروز سعی میکنیم با افرادی که قلبشون رو شکستیم یا غرق کردیم و اینا بریم آشتی کنیم، ولی این یه رسمیه که زیاد بیشتر ظاهریه، ولی در شام خداوند واقعا این معنا هر ماه یا هر هفته انجام میشه در کلیساها. و هر هفته ما سعی میکنیم روابطمون رو با دیگران اصلاح بکنیم و این چقدر زیباست، واقعا چقدر اتمن. زیباست که ما مرتب به یاد بیاریم که من باید با برادرم و خواهرم رابطه شیرینی داشته باشم. بله. و رابطه صلح‌آمیزه و این اتحاد خداوند رو خوشنود میکنه. بله دقیقا. برای همین دقیقا. هم هست که یکی از دلایلی که خداوند میخواد که مصیبت‌های رو به خاطر بیاریم اینه که ما به خاطر بیاریم که خداوند برای نجات ما قیمت خیلی خیلی بالایی داده. بله. بهای خیلی بزرگی بله. داده و اینو ما سرسری نگیریم. بله. و احترام بذاریم. بله. حرمت داشته بله. باشیم به این بله. نجاتمان. بله. دقیقا. و خوب یادمه در رومیان یک آیه قشنگی هست که میگه سعی کنید با تمام خلق به صلح بکوشید. و این چه آیه قشنگیه. بله. تلاشتون رو بکنید، تمام تلاشتون رو بکنید، سعیتون رو بکنید yeah. که با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. درست. نه فقط با مسیحیان، بلکه با هر کس دیگه، با همه مردم. بله. هر رابطه ای که میخواد باشه ما باید در محبت و در صلح و آرامش باشه. درسته. و لازمه که ما شهادت زندگیمونو با محبتمون با اعمالمون به مردم بیان کرده باشیم. بله. و محبت بهترین روش بله. بهترین سلاح سلاحه برای بله. ما چون بله. کلام خدا میگه که محبت خداست که مردمو به توبه میاره. بله. بله. و بله. برای ما لازمه که بله. این کار انجام بده. دقیقاً بله. دقیقاً. خیلی عالی. خیلی عالی. چیز دیگه ای هست که فکر میکنید میتونید اضافه کنید به این صحبت ها در مورد تعمید، شام خداوند یا ازدواج؟ چیزی هست که کم آوردین یا و میخواید بیشتر توضیح بدید؟ خب البته این هر کدومشون ساعت مطلب طولانی داره. طولانی بله. داره. بله. ولی شما گفتین که اگه کسی ازدواج نکرده و هیچ موقع دیر نیست. بله. هیچ موقع برای انتخاب درست بله. دیر نیست. بله. خداوند تقصیرهای ما رو برمی‌داره. بله. شرم زندگی ما رو برمی‌داره. و خداوند خدای نوسازه. بله. و تبدیل می‌کنه. بله. زندگی می‌کنه. پس اگه لازم هست که شما از کلام خدا در این مورد اطاعت کنین، قدم اول رو بردارین. و من مطمئن هستم عزیزان که خداوند پشت کلامش می‌ایسته و زندگی شما رو چنین برکت میده که شما واقعا اشک بریزین و بگین خداوندا چقدر تو به کلامت امین هستی، چقدر کلامت رو راست و حقیقته. آمین. آمین. اگر دوستانی هستن که هنوز در روابطی هستن که خارج از ازدواجه، تشویقتون میکنم که حتما ازدواج کنید و اگر واقعا تصمیم دارید با هم زندگی کنید و عمری رو با هم صرف کنید حتما با هم ازدواج کنید. و رابطه خارج از رابطه تعهدآمیز
ازدواج نداشته باشی، چون که این در اراده خدا نیست و برکت خدا پشت سرش نیست. اینطور نیست کشیش؟ حتماً. و تلاش کنید که در اراده خدا، در خواست و اراده خدا زندگی کنید و خدا رو خوشنود بکنید و شاد بکنید، چرا که نه، و چرا زندگیتون خارج از اراده و خواست خدا باشه و کلام خدا باشه. آمین. آنچه که خدا میگه اون رو اطاعت کنید. آمین. خدا رو شکر. دوستان عزیز، تا برنامه آینده شما رو به فیض خداوند ما عیسی مسیح میسپارم و به وبسایت حتما مراجعه کنید و سوالاتتون رو برای ما بفرستید، انتقاداتتون رو و تشویقاتتون رو برای ما بفرستید که حتما سازنده خواهد بود. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com